چون اولمپیا و سادرن کالیفرنیا هم همکاری دارن. آقای دکتر بابک بامشاد، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادرار در دانشگاه USC در رشته پزشکی فارغ التحصیل شدن و تخصص خودشون رو در مجاری ادرار و کلیه از دانشگاه لومالیندا دریافت کردن. اما شماره مطب رو خدمتون یادآور میشم، 310-854-07-77 واقع در لس آنجلس، در 8635 وسترد استریت سویت 765. میریم قطعه ای رو تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر بابک بامشاد خواهم بود با موضوع برنامه این جلسه ما. و شما عزیزان همچنانچه در زمینه تخصص دکتر سوالی دارید، میتونید با استودیو تماس بگیرید با شماره 818-301-8000 و محبت میکنم با دانش فراوانی که دارن پاسخگوی شما بینندگان عزیز خواهند بود. با ما همراه باشید. بله، در خدمت آقای دکتر بابک بامشاد هستم که محبت کردن در استودیو حضور دارم. باز هم سپاسگزار و ممنونتون جناب دکتر. و بپردازیم به سوژه انتخابی این برنامه که همانا سرطان مثانه در آقایون و خانم هاست. خیلی خوش اومدین دکتر، خسته نباشید. میگیم با کاری که شما دارید از صبح زود تا شب همچنان در حال حرکت و فعالیت، 7 روز هفته 30 روز ما در خدمتون هستیم. بازم خیلی ممنون، بازم از تشکر. همونجور که گفتن مطلب امشب سرطان مثانه است، که یه چیزی که ما تقریبا زیاد میبینیم تو فیلدمون، هم توی خانم ها میبینیم هم توی آقایون. این یه چیزیه که بیشتر در مریضای سن مسن‌تر میبینیم، البته به ندرت در مریضای جوان‌تر هم میتونیم ببینیم. و یه چیزی که من میتونم بگم، هر هفته من مریض میبینم که این پرابلم رو دارن. سرطان مثانه یه سرطانی که بالا همون یورینری، به انگلیسیش میگن یورینری بلادر، و این توی یورولوژی، خب البته به شایعه سرطان پروستات نیست توی آقایون، ولی خب بازم ما زیاد میبینیم هم توی خانم هم توی آقایون، یه ذره بیشتر توی آقایون. و یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای برای سرطان مثانه سیگار کشیدن، یعنی کسایی که سیگار میکشن یا کسایی که سابقه سیگار کشیدن دارن، حتی اگه ترک کرده باشن، اگه آمار رو نگاه بکنیم، یه مقدار شانسی که سرطان مثانه رو بگیرن بیشتر از آدمای دیگه است. و علائمش چیه؟ شایع‌ترین چیزی که ما می‌بینیم خونریزی توی ادرار، یعنی ما هر مریضی که می‌بینیم که تو ادرارشون خونریزی داره، یکی از چیزایی که باید فکرش باشیم سرطان مثانه است. در برنامه قبلی هم راجعش صحبت کردیم، اینه که کسایی که تو ادرارشون خون هست باید کاملا بررسی بشن. البته دلیل خون توی ادرار خیلی میتونه زیاد باشه، دلایل مختلف، مثلا فرض کنید سنگ کلیه یا سرطانای دیگه، مثلا سرطان کلیه، یا بعضی وقتا میتونه عفونت باشه یا پرابلمای دیگه، ولی خب یکی از چیزایی که میتونه باشه سرطان مثانه است. برای همین این باید 100% بررسی بشه. ما وقتی مریض رو میبینیم بیشتر وقت همون به خاطر خون توی ادرار. بعضی از مریضا خون رو که تو ادرار با چش خودشون دیدن، بهش میگن گروس هیمچوریا. بعضیا خون با چش دیده نمیشه، وقتی ادرارشون رو میدن برای انالیسیس یه مقدار زیر میکروسکوپ خون دیده میشه، و اون موقع است که دکتر داخلیشون ریفر میکنه به یورولوژیست. چه خون دیده بشه چه نشه، اگه خون تو ادرار باشه، این حتما باید بررسی بشه. چجوری ما بررسی میکنیم؟ از کلیه عکس برداری میکنیم، یا آلتراسان یا سی تی سکن، و اینکه ادرار رو چک میکنیم که مطمئن باشیم تو ادرار عفونت نباشه. از مریض میپرسیم که آیا مثلا وقتی خونریزی داشتن تو ادرارشون درد هم دارن یا نه. اگه کسی مثلا درد داشته باشه، فرض کنیم سوزش توی ادرار، ما یه مقدار شکمون میره روی عفونت. اگه درد مثلا پهلو داشته باشن، یه مقدار شکمون شاید بره روی سنگ کلیه. اصولا سرطان مثانه
کلاسیکلی اون علامت و علائمش اینه، خونریزی بدون درد، یعنی که مثلا کسی تو ادرارش خون باشه ولی درد نداشته باشن و فرض کنیم مسن‌تر باشن، سابقه سیگار کشیدن داشته باشن، اما یه مقدار شکمون بیشتر میره رو سرطان مثانه. یه ذره قبل از اینکه بیشتر راجع به موضوع صحبت بکنیم، چند تا عکس آناتومی خواستم نشون بدم، یه ذره ببینیم مثلا مثانه کجاست. این عکس مجاری ادرار نشون میده توی خانم ها و توی آقایون. اگه اون عکس سمت چپ رو نگاه بکنید، اون مجاری ادرار توی خانم هاست که دوتا کلیه هست که نزدیک پهلو قرار گرفتن و خون به کلیه میره. وقتی خون فیلتر میشه، اون موادی که بعد از کلیه بیاد بیرون درست میشه، باعث تولید ادرار میشه و ادرار از اون دوتا حالب که تقریبا زرد رنگن میان پایین توی مثانه و اونجا ادرار میمونه تا موقعی مثانه به کپاسیتی گنجایشش برسه که تخلیه میشه. سیستم مجاری ادرار توی آقایون تقریبا از کلیه و حالب همونجوره تا مثانه، ولی فرقش اینه که زیر مثانه اون پروستاده که وقتی که پروستات بزرگ میشه میتونه باعث تنگی مجرا بشه و پروبلم های دیگه در برنامه قبل راجبش صحبت کردیم. اگه عکس بعدی رو نشون بدین، این آناتومی لور یورینری تراکت، اگه اپر یورینری تراکت همون کلیه و حالبه، لور یورینری تراکت مثانه است و مجرا، و توی آقایون اون آناتومی lower urinary tract فرقش بین آقایون و خانم‌ها اون پروستاده، upper urinary tract هر دو یه جوره، اون دو تا کلیه است و دو تا حالب. مثانه تقریبا گنجایشش 400 سی سی، یه عضله بهش میگن smooth muscle که وقتی به اون capacity میرسه دیگه اون وقت باید تخلیه بشه. ما مریضی که میبینیم وقتی که به ما ریفر میشن برای اون پرابلم خون توی ادرار، بررسی که میخوایم بکنیم، سه تا تست که اوردر میدیم، یکیش عکس برداری از کلیه است که یا میتونیم آلتراسان بگیریم یا سی تی سکن، اون برای اینه که ببینیم مثلا کلیه چجوریه، آیا غده‌ای تو کلیه است، سنگ توی کلیه است یا هیچ چیزی غیر عادی توی اون upper urinary tract. یه تست دیگه که میکنیم اینه که ادرار رو میفرستیم برای سایتولوژی، یا یه تست دیگه هست میشه میگن فش، و اون اینه برای اینه که ببینیم آلا سلولای بدخیم توی ادرار هست که یه مقدار شکمون بیشتر میره سرطان. سومین کاری که میکنیم سیستوسکوپیه که با یه دوربین اندوسکوپی از راه مجرا توی مثانه رو نگاه میکنیم و اون برای اینه که ببینیم که توی مثانه قده هست یا نه. این عکسی که داریم نشون میدیم سیستوسکوپی رو نشون میده که یه دستگاهی، اینو بیشتر وقت ما میتونیم توی آفیس انجام بدیم، با یه ذره بیهوشی موزی توی مجرا. اون دوربینایی که الان داریم فلکسیبل و کوچیکه و با اون بیهوشی موزی توی آفیس میتونیم از راه مجرا رد کنیم و توی مثانه رو ببینیم و بررسی کنیم که ببینیم آیا توی مثانه قده هست یا نه. خیلی وقتا مریض از من میپرسن که خب چرا از مثانه نمیتونیم عکس برداری بکنیم، همون آلتراسان یا سی تی اسکن. متاسفانه سی تی اسکن یا آلتراسان اون رزولوشنی که دارن اونقدر قوی نیست که بتونه یه تومر کوچولو توی مثانه نشون بده. اگه خدای نکرده یه تومر خیلی بزرگی تو مثانه باشه، خب توی سی تی اسکن دیده میشه، ولی اگه یه چیز کوچولویی باشه روی مثانه به احتمال قوی سی تی اسکن اینو نشون نمیده و تنها راهش اینه که ما اون با دوربین نگاه بکنیم. همونجوری که گفتم، خوشبختانه یه پروسیجری که برای بیشتر مریضا توی آفیس میتونیم انجام بدیم، تقریبا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه با همون بوشی موزی. به ندرت مریضی هست که مثلا فرض کنیم طاقتش ندارن تو آفیس ما اینو انجام بدیم، خب میتونیم توی بیمارستان با بیهوشی کامل انجام بدیم. وقتی که سیستوسکوپی میکنیم آیا ما چی میبینیم؟ میتونید عکس بعدی رو نشون بدین. توی مثانه یه همچین، این مثانه این نرماله، عادیه، بدون غده است، یه همچین چیزی میبینیم. اون سرفس مثانه بهش میگن سموده، غده چیزی توش نیست و این عکس که الان داریم میبینیم این مثانه این نرماله. میتونید عکس بعدی رو نشون بدین. اگه ما تومری ببینیم یه همچین چیزیه، یه گروثیه، یه غده‌ایه که توی مثانه گرو کرده و از روی سرفس مثانه میاد بیرون، یعنی بیشتر این تومرها سطحی هن، یعنی روی خود سرفس مثانه هن.
اون اگه اون تومور رو ببینی اون وسط قرار گرفته، یه ذره تقریبا صورتی رنگ یا قرمز رنگه و دورش اون مثانه معمولیه. اگه همچین چیزی ببینیم میتونیم 99% تشخیص بدیم که این یه قده بدخیمه. البته تا موقعی که درش نیاریم، تیشو نگیریم، همکارای پاتولوژیستمون رو نبینن 100% نمیتونن بهمون بگن، ولی اگه همچین چیزی ببینیم من میتونم بگم 99% این یا بیشتر این بدخیمه. چجوری ما اینو معالجه میکنیم؟ برای درآوردن این همچین تومور این کاری نیست که بتونیم تو آفیس انجام بدیم، یه کاری که بعد تو بیمارستان زیر بیهوشی جنرال انجام بدیم، بعضی وقتا زیر اسپاینال هم میتونیم انجام بدیم، یعنی بیهوشی که از کمر به پایین بدن بی‌حس میشه. و کاری که میکنیم اینه که با یه دوربین از راه مجرا میریم تو و این پروسیجر اندوسکوپیه، یعنی شکافتن نداره، و از راه همون دوربین میتونیم این تومر رو از روی مثانه اینو بشکافیم و در بیاریم. این عکسی که نشون میده چجوری بهش میگن ریسکت اسکوپ، ریسکشن، این دستگاهی که این تومر رو در میاره بهش میگن لوپ، و اینو با سوزوندن ما این تومر رو در میاریم و از روی روی اون سرفس مثانه میتونیم این تومر رو در بیاریم. اگه میتونیم الان یه فیلم گذاشتیم که نشون بدم که چجوری این کار ما انجام میدیم. این نشون میده ما الان با دوربین داریم توی مثانه رو نگاه میکنیم، اون وسط اون تومره و این لوپو که رد میکنیم با کادریزیشن این تومر رو همینطوری به انگلیسی بهش میگن ریسکشن، یعنی میتراشیمش از روی سرفس مثانه، یواش یواش اینو میتراشیم و دورش رو میسوزونیم که دیگه هیچ تومری نمونده باشه. یا این لوپ فقط باید خیلی مواظب باشیم که خیلی دیپ نریم توی مثانه، برای اینکه امکان داره که مثلا مثانه به انگلیسی میگن پرفوریت بشه، این سوراخ بشه، و این یه چیزیه که خب خیلی پرکتیس میخواد که بدونیم درست چقدر بریم پایین توی مثانه که مثانه صدمه نبینه. همونجوری که میبینید یواش یواش این تومر رو ما همینطوری میتراشیم. بستگی داره که تومر چقدر بزرگ باشه، بعضی وقتا در عرض چند دقیقه میتونیم بتراشیمش، بعضی وقتا یه مقدار طول میکشه. بعد یکی هم یه چیزی بهش میگن رولر بال، یه چیزیه که روی اونجایی که اون تومر بوده میسوزونیم که اگه هر سلول بدخیمی که اونجا مونده باشه بتونیم از بین ببریم، یعنی اون تومر رو اون سرفسی که بوده کاملا ما اینو با این رولر بال و بهش میگن کاتری میسوزونیم که سلولای بدخیمی چیزی اونجا باشه کاملا از بین بره. دکتر چند درصد امکان داره که همچین جایی دوباره توموری به وجود بیاد یا اصلا درصدی؟ درصدش زیاده و الان راجع بهش صحبت میکنم. خواهش میکنم. همونجور که دیدین این پروسیجر اندوسکوپیه و از راه مجرا ما اینو میتراشیم و این تومر رو در میاریم. میتونی عکس بعدی رو نشون بدی؟ وقتی که این تومر تراشیده شده و در اومده همچی چیزی میبینیم، اون قسمتی که اون تومر بوده تراشیده شده و ما اون بیسش رو سوزوندیم بله، و که هر سلول بدخیمی که اونجا باشه کاملا از بین رفته باشه. بعد اون تیشویی که ما تراشیدیم از همون راه مجرا از همون روی سیستوسکوپ در میاریم و اونو میدیم به همکار پاتولوژیستمون که به اون بگه این چیه، بدخیمیش چقدره، اینو سرطان مثانه عین سرطانای دیگه طبقه بندی داره، یعنی همه سرطانا یه جور نیستن، بعضیشون بدخیم‌ترن، بعضیشون اگریسیو‌ترن، بعضیشون کمتر اگریسیو، مثلا لو گرید میتونن باشن، های گرید میتونن باشن، و این یه چیزیه که فقط وقتی زیر میکروسکوپ همکارای پاتولوژیستمون نگاه میکنن میتونن بهمون بگن که ما تصمیم بگیریم که چیکار میکنیم. خوشبختانه بیشتر این سرطان ها اگه در مرحله اول یا اگه زود ما دیتکت بشن بیشترشون سوپرفیشالن یا سطحی هن، یعنی فقط روی اون سرفس مثانه هن و فرو نمیرن توی اون وال مثانه. میتونید عکس بعدی رو نشون بدین؟ اینا تومرهای مختلفی که ما توی مثانه میبینیم، همونجور که میبینین اگه از سمت چپ شروع بکنیم بریم جلو، این فقط برای مثال اینه که
این تومرا چقدر میتونن پنتریت بکنن یا برن توی اون عضله مثانه. تومر ما داریم که مثلا میتونه خیلی کوچولو باشه که کاملا سطحی باشه، فقط روی اون سرفس مثانه است، اون سمت چپ. اگه همینطور کلاک وایز بریم یواش یواش میتونیم ببینیم که مثلا این تومرایی که مثلا یه ذره بیشتر میرن تو و بیشتر پنتریت میکنن و توی عضله مثانه میرن. اونی که پایین میبینید نزدیک پروستا دیگه اینقدر مثلا روش کرده که از خود مثانه زده بیرون و مثلا دیگه رفته توی پروستات. سو اون دپتی که اون اونقدی که این پنتریت میکنه این تومر و میره توی مثانه یه مقدار زیاد ایندیکیت میکنه که ما چجوری اینو معالجه میکنیم. خوشبختانه بیشتر این سرطانه مخصوصا اگه زود بتونیم ما اینا رو کشف بکنیم اینا سطحی هست و همون ترشیدنی که نشونتون دادم اون کافیه. ولی اگه دیدیم یه تومری باشه که خیلی فرو رفته باشه و پنتریت کرده باشه و رشد کرده باشه توی خود اون عضله مثانه، امکان داره که یه مقدار معالجش بیشتر کامپلیکیتد باشه و بیشتر از اون ترشیده هم باشه. وقتی که حالا معالجه چیه؟ در مرحله اول اون تراشیدن، اگه چیز سوپرفیشال باشه ما اون وقتی میتراشیم اون دیگه خودش کافیه. کاری که میکنیم اینه که به علاوه اون تومری که میتراشیم از جاهای مختلف مثانه هم نمونه ورداری میکنیم، بهش میگن رندم بایوپسی، که ببینیم جاهای دیگه توی مثانه تومری اینوالومنت نباشه. و اگه لازم باشه برای بعضی از مریضا میتونیم توی مثانه دوایی بذاریم به اسم BCG که یه چیزی که جلوگیری میکنه از اینکه این تومر با زور برگرده. البته ما BCG رو برای همه نمیذاریم. اگه مثلا یه نفر یه سرطان کوچولویی داشته باشه که لو گرید باشه، مثلا خیلی بدخیم نباشه، امکان داره که همون تراشیدن یا اون اندوسکوپیک ریسکشنی که میکنیم کافی باشه. ولی اگه مثلا بعضیا هستن اگه سرطانشون خیلی بزرگ باشه یا سرطان خیلی بدخیمی باشه، های گرید باشه، یا یه درجه های دیگه مثانه شون تومورای کوچولو دارن، مثلا بهش میگن کارسینوما این سایتو، یا این که مثلا این تومورشون ریکرنت یعنی باز دوباره اتفاق افتاده، اینا آدمایی هستن یا مریضایی هستن که کاندیدن برای اون BCG که دارویی که بازرای سون توی مثانه میذاریم. چند جلسه مریض میاد، مثلا 6 جلسه مریض میاد که این BCG رو میذاریم و این هم برای معالجه سرطانه، هم برای اینه که جلوگیری بکنه که سرطان دیگه بر نگرده. چرا این کار ما میکنیم؟ برای اینکه متاسفانه سرطان مثانه یه مقدار زیاد امکانش هست که این باز دوباره برگرده یا ریکرنس داشته باشه. این به خاطر اینه که اون سلولایی که روی سرفس مثانه هستن وقتی که یه دفعه سرطان باشه دیگه ریسکش همیشه هست که این باز دوباره برگرده. و این به خاطر این موضوع ما کسایی که بر سرطان مثانه معالجه میکنیم و میتراشیم همیشه باید تحت نظر باشن و هر چند وقت یه بار با باید سیستوسکوپی بکنیم که مطمئن باشیم سرطان بر نگرده. کاری که ما میکنیم اینه که کسایی که تومرشون رو میتراشیم اگه کاملا بتونیم بتراشیم دیگه بعد از اون هر 3 ماه یه دفعه باید بیان برای سیستوسکوپی که مطمئن باشیم این تومر باز دوباره بر نگرده، که یه موقع برگرده بتونیم زودی کشفش کنیم و همونجا تکرش بکنیم. البته خب اون 3 ماه سیستوسکوپی کردن اونجوریه که بگم تا آخر عمر باید باشه. در 2 سال اول بعد از معالجه یا تراشیدن ما هر 3 ماه یه دفعه سیستوسکوپی میکنیم. اگه در عرض اون 2 سال تومر بر نگرده وقت میتونیم اون سیستوسکوپی رو بکنیم هر 6 ماه. برای 2-3 سال دیگه هر 6 ماه میکنیم، اگه برنگرده دیگه بعد از اون سال 1 دفعه باید سیستوسکوپی بشن تا آخر عمر. برای اینکه من خودم مثلا مریض داشتم که فرض کنید سرطان مثانه داشتن و این سرطان ما ترشیدیم در آوردیم و مثلا برای چند سال اومدن سیستوسکوپی کردیم و هیچ وقت برنگشته، یه دفعه بعد از 5 سال 6 سال 7 سال یه عده کوچولو باز دوباره پیدا میشه. برای همین این مریضا همیشه تا آخر عمر باید تحت نظر باشن، سیستوسکوپی بشن، برای اینکه یه مقدار شانس زیادی که این برگرده. ولی خوشبختانه بیشتر مریضایی که سرطان مثانه دارن به خاطر اینکه اون سرطانشون سوپرفیشاله و سطحیه و پنتریت نمیکنه، با همون ترشیدن ما میتونیم معالجهشون بکنیم و تحت نظر باشن. اگه لازم باشه اون دوای BCG رو بهشون بزنیم و بریم و معالجه براشون کافیه. اگه مریضی باشه که متاسفانه مثلا فرض کنید سرطانشون خیلی های گرید باشه یا به انگلیسی میگن اینویسیو، یعنی
سطحی نباشه، رشد کرده باشه و رفته باشه دیپتر و توی اون عضله مثانه، اون موقع جراحی بیشتر لازم داره که اون مثانه باید کاملا برداشته بشه و یه مثانه تازه از دل روده درست بکنیم برای مریض. اون یه سرجری کامپلیکیتدیه که یه مقدار بیشتر در برنامه دیگه راجبش صحبت میکنیم. من میتونم بگم که تقریبا 70-80% سرطان مثانه همون سطحی هم سوپرفیشال هم و اون تراشیدن و اون دوایی که توی مثانه میذاریم، همون بی سی جی و مایرومایسین که بعد از جراحی میذاریم کافیه. سو این یه دیسکاشن خلاصه. بسیار ممنون. فقط سوالی که دارم، آیا در خانوم ها و آقایون سرطان مثانه برابر و ایکواله یا اینکه نه؟ نه، همونجور که گفتم یه مقدار ما تو هم خانوم بیشتر در آقایون، یه مقدار بیشتر توی آقایون میبینیم، البته تو هم تو خانوم ها میبینیم. مثلا من امروز خودم امروز تو مطب یه مریض دیدم که خانومی که سرطان سابقه سرطان مثانه داشتن و سیستوسکوپی کردیم و برای همون مینتیننس سیستوسکوپی که ببینیم مثلا برنگشته باشه، ولی آمار نشون میده که تا یه حدی بیشتر توی آقایونه. و گفتم مهمترین ریسک فاکتور سیگار کشیدن. یه کسی که من وقتی که مریض میبینم توی آفیس به خاطر خونریزی توی ادرار، اولین سوالی که میکنم میگم که آیا شما سابقه سیگار دارین؟ برای اینکه سابقه سیگار کشیدن داشته باشن یه مقدار من بیشتر کانسرنم که مثلا خدای نکرده سرطان مثانه باشه. البته هر خونریزی در ادرار دلیلش سرطان مثانه نیست. نه. نگران نشن بینندگان عزیزمون، دلایل مختلفی میتونه باشه. سپاسگزار میشم در یه برنامه بهش بپردازیم. بله. اول برنامه هم گفتم که کسی که ادرارشون خونریزی دارن دلایل دیگه هم میتونه باشه. دقیقا. ولی ما کانسرنمون اینه که بخوایم مطمئن باشیم خدای نکرده سرطان مثانه نباشه. همونطور که گفتم عفونت میتونه باشه، خونریزی از پروستات میتونه باشه، سنگ کلیه یا سنگ مثانه میتونه باشه. سو همه این امکانا هست، ولی خب ما کانسرنمون و اون چیزی که میخوایم مطمئن باشیم نباشه سرطان مثانه. خیلی وقتا میکروسکوپی دیگه اصلا قابل دید نیست این خونریزی هایی که به هر حال مطرحه. و اگه خونریزی میکروسکوپی باشه، بیشتر مریضایی که مثلا فرض کنیم میرن پلی دکتر داخلیشون به یه دلایلی مثلا برای چکاپی چیزی ادوارشون رو تست میکنن، یورینالیسیس انجام میدن و اون موقع وقتی میبینن خون میکروسکوپی توی ادوارشونه اون موقع ریفر میکنن. ولی خب اگه مریضی باشه که با چش خودش خونریزی ببینه، خب بیشتر خودشون دیگه میدونن که خون هست. بسیار متشکر. خب در این قسمت میریم به یک بریک کوتاه، برمیگردیم و دکتر بابک بامشاد محبت میکنن پاسخگوی شما بینندگان عزیز خواهند بود. شماره استودیو رو یک بار دیگه خدمتتون یادآور میشم، در حال حاضر میتونید تماس بگیرید، برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه با شماره 818-301-8818-301-8000. و یادآوری کنم خدمتتون که بیمه های میدیکر و پی پی او رو پذیرا هستن. با ما همراه باشید. که بامشاد 310-854-07-77. میریم به یکی از خطوط و سوال بیننده عزیز از آقای دکتر بامشاد. جانم بفرمید عزیزم. الو سلام به شما، بفرمید سوالتون رو. آقای دکتر سلام علیکم، شب بخیر. دوست دارید صدای تلویزیونتون رو کم کنید که راحت بتونیم با ما ارتباط برقرار کنین؟ خیلی خوب میشه. مرسی جانم. آقای دکتر من سنم 77 سالمه و تکرر ادرار دارم، ولی به این صورت شب یک بار فقط. بله یک بار فقط ادرار، ولی روزا به محض اینی که یک استکان کوچکم قهوه بخورم یا چای بخورم، در از 3 دقیقه بعدش 5 دقیقه بعدش باد ادرار خالی بشه. بعضی اوقات هم ادرارم نمیتونم نگه دارم، به سرعت باید برم دستشویی. بسیار ممنون. لطف کنید از تلویزیون جواب رو بشنوید. بیننده عزیز مرسی از تماستون. قربان شما، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا بازم با عرض تشکر از سوالشون. گفتن آقای 77 ساله هستن، گفتن یه مقدار تکرر ادرار دارن تو روز، شب خوشبختانه زیاد بیدار نمیشن مثل یه دفعه. بعد گفتن وقتی که چای میخورن یا قهوه میخورن زودی بعد خودشون برسونن به دستشویی، امکان داره یه ذره لیک داشته باشن، به انگلیسی بهش میگن urgency. اینا این چیزایی که شما الان دارین میگین همشون یه علامت و علائم پرابلم پروستاته که تو آقایون میبینیم. وقتی که پروستات بزرگ میشه باعث تنگی مجرا میشه و مثانه مقدار حساس میشه
و وقتی اون عضله مثانه اسپزم میکنه اون احساس تکرر هست. البته من ازشون نپرسیدم اگه مالجه چیزی داشتن، ولی برای آقایونی که همچین پرابلمی داره ما اولین کاری که میکنیم خب اول بعد بررسی بشن، بعد معاینه بشن، بعد ادرارشون رو چک کنیم که مطمئن باشیم مثلا عفونت نباشه و اینا، و اگه عفونت و ادرار خوب باشه کاری که باید بکنیم اینه که پروستاتشون رو باید معالجه بکنیم، دارو بهشون بدیم که یه ذره مجرا باز شه ببینیم علامت بلا اون پرابلم ادرارشون بهتر میشه یا نه. بعضی وقتا هم میتونه عفونت توی پروستات باشه، بعضی آقایون هست که یه مقدار میکروب توی پروستات میتونه بشینه، یه پرابلمیه که مزمنه بهش میگن کرونیک پروستاتایتیس و باعث این بشه که پروستات تحریک بشه و ایریتیتد بشه و باعث تکرر و ارجنسی اینا بشه. و اگه ما فکر کنیم که مثلا کسی پروستاتایتیس داره یا کرونیک پروستاتایتیس داره، امکانه بهشون آنتی بیوتیک بدیم یه کورس مثلا 2-3 هفته‌ای که ببینیم اون ورم پروستات میتونه بیاره پایین و باعث این بشه که بهتر شه. اگه با دوایی که استفاده میکنیم برای پروستات مثلا همون فلومکس یا رپ فلو یا راکسترال، دوایی از خانواده الفا بلاکر یا دوای 5-FU ریتارگ دیس اینهیبیتور، اون مثلا پروسکار یا اوادارت که پروستات رو کوچیک میکنن، اینا رو میتونیم با هم دیگه استفاده کنیم کامبینیشن که ببینیم اون ورم پروستات اگه بیاد پایین و راه مجرا باز شه بهتر میشه یا نه. اگه با این داروها بهتر نشدن بعضی وقتا میتونیم از خانواده انتای کولینرژیک بهشون بدیم برای اسپزم مثانه، یا همونجور که گفتم اون کورس آنتی بیوتیک. اگه مثلا با این داروها نتونیم مریض رو بهتر بکنیم، اون موقع پروسیجری هست که انجام میتونیم بدیم برای پروستات، همون پروسیجر مایکروویو که توی آفیس میتونیم انجام بدیم. اگه اونم موثر نباشه در مرحله آخر جراحی ترشیدن پروستات که بهش میگن TURP. ولی خوشبختانه بیشتر از مریضان ما با دارو میتونیم معالجه بکنیم و اون تکررشون رو کمتر بکنیم. بسیار متشکرم. میریم به خط دیگری و سوال بیننده عزیز دیگر از آقای دکتر بابک بامشاد. شماره استودیو رو بر روی صفحه میبینید، 818-301-8000. میریم به خط بعدی. جانم بفرمید بیننده عزیز، تشریف دارین. عرض سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر و آرزوی سلامت بیشتر و موفقیت بیشتر برای آقای دکتر همواره دارم. خواهش میکنم. محبت دارید، بفرمایید سوالتون رو. ماشاءالله سرکار خانم، شما سوالات بسیار عالی پزشکی میپرسید که محبت. فقط پزشکا میتونن اونو بپرسن. خب سالیان نیست من در کلاس این پزشکان درس خوندم و در خدمتشون بودم. موفق باشید. خواهش میکنم جانم. بانوی کامل لطف دارید. با فرهنگ ما کمتر داریم مثل شما. کاش یه صد تا مثل شما داشتید توی تلویزیونا، واقعا ما پیشرفت میکرد. محبت داری جانم بفرمی. آقای دکتر چند درصد کلیه را شما پیوند میزنید؟ یه کلیه اهدایی که میدن چند درصد قطع میشه که به کلیه خراب میدن اونو میبرید؟ این سوالم اینه. سوال دومم انشالله اگه ولی از رفت ایران و ایران نجات داد، آیا شما میایید به داد ملت ایران اونجا داخل ایران برسید، یا اینکه ترجیح میدید تو آمریکا بمونید؟ خیلی ممنون. خداحافظ. سوالای تخصصی می‌پرسم. خواهش می‌کنم. بازم با عرض سالیان اینجا هستن. جانم. با عرض تشکر از سوالشون راجع به پیوند کلیه صحبت کردن. ببینیم پیوند کلیه برای کسایی که خب کلیه‌شون از بین رفته و رو دوچار دیالیز هستن، اگه بخوام پیوند کلیه بگیرن بعد یا یه کسی پیدا بشه که اون بلاد تایپشون یا اون خونشون به هم دیگه بخوره و اون کس میتونه کلیهشون رو به انگلیسی میگن دونیت کنه یا بده به اون مریضی که کلیه لازم داره. گفتم مثل که چقدر کلیه رو میبرین؟ ببینید برای پیوند کلیه باید کاملا در بیارین، یه تکه کلیه رو نمیتونین در بیارین، اون کلیه کامل باید در بیاد، برای اینکه یه رگ یه آرتری به کلیه میره و یه رگ از کلیه میاد بیرون، برای همین کلیه رو یه تکهش رو نمیتونین در بیارین. کسی که میخوان کلیهشون رو دونیت بکنن بعد اول بررسی بشن، تست بشن که مطمئن باشن که اون دو کلیهشون درست کار میکنه، برای اینکه ما نمیخوام یه کلیه یکی رو در بیاریم و اون یکی کلیه بد براشون بمونه. و این با عکس برداری و تست کردن خون و ایناست. اگه هر دو کلیه کامل خوب باشه یکی از اون کلیه رو انتخاب میکنیم که در بیاریم، ولی همونجور که گفتم یه تکش نیست، اون کلیه کاملا باید در بیاد و پیوند بخوره به اون مریض و این باید از قبل
مچ بشه که مطمئن باشن یه موقعی اون کسی که داره کلیه رو میگیره، به انگلیسی میگن ریجکت نکنه، یا اون کلیه تازه که میاد تو بدن از بین نبره. البته داروهایی به مریض داده میشه، به انگلیسی بهش میگن ایمینو سوپرسیو، که یه مقدار اون ریاکشن بدن رو کم کنه که وقتی اون کلیه پیوند میاد توی بدن، خود بدن آدم اون کلیه رو از بین نبره، ولی کلیه کامل بعد برداشته بشه. و سوال دومی تونم این بود که آیا من برمیگردم یا من نمیدونم، اون یه چیزی که بعد بعدا ببینم چی بشه. کسی زندگیشو نمیتونه پیش بینی بکنه. شاید. خیلی ممنون. خب میریم به خط دیگری و بیننده عزیز جانم بفرمایید، روی خط هستید. بله، من می‌خواستم با آقای دکتر بامشاد صحبت کنم. بله، صدای شما رو می‌شنوم. لطف کنید بفرمایید سوالتون رو. شماره تلفن من؟ جان نه، سوالتون رو بفرمایید. خیلی معذرت می‌خوام. می‌خواستم راجع به همین پروستا. من در حدود 4-5 سال پیش بله، یه عمل کردم که آبون گذاشتم که به اصطلاح من کمتر ادرار بکنم. اما هیچ تأثیری به حال من نداشت. بله. و یک کم خیلی معذرت بخوام، خیلی از شما معذرت بخوام، حالا تناسلی ما کوچیک شده، این علتش چیه؟ ببخش من چه جراحی کردم براتون، چی گذاشتم؟ من نفهمیدم اون اولش برای پروستاتتون. بله، من تعجب میکنم این علت اینی که جناب نفهمیدن شما چه عمل جراحی انجام دادین، چی برای شما گذاشته شده؟ جراحی که من کردم، البته رفتم کارایی کردم، آخرش هم یه آوون از پشت گذاشتن برای نیم ساعت که به صدا گرم بکنن که پروستات جمع بشه و من کمتر بیرون برم. اینو توی آفیس انجام دادن؟ بله، آوون گذاشتن. خیلی معذرت میخوام، اما من چون حالت تناسلیم کوچیک شده، اینه که شبا خیلی من بیرون میرم و روزها من اینطور کنترل ندارم. مرسی، از تلویزیون جواب رو بشنوید. متشکرم. بازم برای تشکر گفتم مثل اینکه پرابلم پروستات داشتم، مثل اینکه پروسیجری برای پروستات داشتم که گفتم مثل اینکه پروستاتشون رو گرم کردن، بعد آلت تناسلشون مثل اینکه گفتن کوچیک شده. این پروسیجری که داشتم به احتمال قوی، یعنی از اون چیزی که من میتونم درک بکنم، بهش میگن مایکروویو تراپی، که یه کاری که تو آفیس انجام میدیم. این یکی از معالجه‌هایی که برای همون بزرگ شدن پروستات. البته پروسیجرهای دیگه هم هست، مثل اون بهش میگن ایندیگو لیزر یا تونا، اینا همشون با انرژی حرارته و این اینا پروسیجرهایی که ما تو آفیس انجام میدیم برای کسایی که پروستاتشون بزرگ شده و کسایی که کاندید هستن برای این پروسیجر، کسایی که فرض کنین دارو میخورن دارو مؤثر نیست براشون، یا ترجیح میدن کاری بکنن که دارو نخورن و جراحی تو بیمارستان نمیخوان بکنن، این کاری که ما تو آفیس میتونیم انجام بدیم. یه چیزی که تقریبا ساده است، کار نیم ساعت 40 دقیقه است و سرپاییه. منم تجربه زیاد باش دارم برای مریضایی که انجام دادم، همشون راضی هستن. البته خب اگه شما هنوز پرابلم داریم، بعضی هستن که پروستاتشون اینقدر بزرگه که امکان داره مثلا اون تریتمنت براشون کافی نباشه، لازم باشه که جراحی بکنن. خب بعضی از مریضا هستن که تنها راهشون جراحیه، یعنی با دارو یا با پروسیجر آفیس ما شاید نتونیم خوبشون بکنیم، و برای همینه که اون آپشن جراحی هنوز وجود داره. ولی تا اونجایی که من باش تجربه داشتم، این رو آلت تناسلی نباید اثری داشته باشه. بعضی هستن که خب وقتی سنشون میره بالا، مسن‌تر میشن، خب یواش یواش امکان داره که مثلا جریان خون کمتر باشه و این یه مقدار شاید سایزش کوچیک‌تر بشه، ولی تا اونجایی که من میدونم با اون پروسیجر نباید ربطی داشته باشه. تلفن مطب آقای دکتر بابک بامشاد رو خدمتتون یادآور میشم بینندگان عزیز، 310-854-0777 و شماره استودیو در حال حاضر 818-301-8000. یادآوری کنم خدمت شما عزیزان که آقای دکتر بابک بامشاد در حال حاضر بیمه های مدیکر و پی پی او رو پذیره هستن. به خط دیگری پاسخ میدیم و سوال بیننده عزیز از آقای دکتر بابک بامشاد. جانم، با تشکر از شما و آقای دکتر، من یه سوالی داشتم. جناب دکتر، من تقریبا از 2-3 سال پیش، 65 سالمه، از 2-3 سال پیش
بعضی مواقع در 10% موارد این مسئله پیش میاد که مخصوصا در حالت ایستاده ادرارم بسیار آهسته میاد و گاهی اوقات مجبورم که 1-2 دقیقه به اصطلاح بیستم تحمل کنم. این فقط در 10% موارد اتفاق میفته، بعضی موقع هم خیلی طبیعی و با فرص کافی و کپیسیتی مثانم هم به اصطلاح گاهی در همون 10% موارد گاهی اوقات خیلی کمه و در 90% موارد خب طبیعیه. این رو جناب علی چه برداشتی میتونید داشته باشید ازش؟ خواهش میکنم. مرسی. لطفا یه دست تلویزیون جواب رو بشنوید. متشکرم. بازم با عرض تشکر از سوالشون گفتن که یه مقدار تقریبا 10% وقت همیشه نه، یه مقدار پرابلم ادرار دارن، یعنی طول میکشه که ادرار بیاد یا بعد زور بزنن یا فشارش کمه، ولی بعضی وقتا هم همه چی عادیه. ببینید این سنشون هم گفتن 65 سالشونه، این یه کلاسیکه برای علامت و پرابلم های پروستات. همونجوری که در برنامه قبل راجع به صحبت کردیم، پروستات زیر مثانه قرار گرفته و مجرا از وسط پروستات رد میشه و مثالی که من مریضان میزنم یعنی یه نی که از وسط یه سیب رد بشه، اگه اون سیب بزرگ بشه و ورم بکنه باعث میشه که اون نی تنگ بشه. و توی آقایون ما پرابلم هایی که میبینیم همون چیزی که شما خودتون شرح دادید، مثلا بعد سب بکنن تا ادرار بیاد یا بعد زور بزنن تا ادرار بیاد یا بعد وقتا اون فورس ادرار یا اون فورسش کمه یا به اندازه کافی قوی نیست وقت اون فشارش. و این البته خب برای بعضی از آقایون میتونه چیزی باشه که همیشه هست، برای بعضی میتونه بعضی وقتا باشه. بعضی هستن که پروستاتشون میتونه ورم بکنه به خاطر عفونت اگه مثلا میکروبی چیزی پروستات نشسته باشه. و من چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که خب البته باید بررسی بشه، پروستاتون باید چک بشه، ادرار باید چک بشه، آلتراساوند باید بشه که ببینیم آیا مثانه کاملا تخلیه میشه یا نه. و اگه این چیزی باشه که فرض کنید تمام ادرارتون نرمال باشه، پی اس ای عادی باشه، تخلیه نمش خوب باشه و فقط این پرابلم سب کردن یا زور زدنه، اگه این یه چیزی که اذیتتون میکنه خب میتونیم همون دارو بدیم، داروی از خانواده الفا بلاکر که در برنامه قبل روی صحبت کردیم که باعث میشه که ذره مجرا واز شه و ادرار ذره راحت تر رد شه. اگه چیزی که اذیتتون نمیکنه یا عادت کردین حتما لازم نیست که معالجه بشه، یعنی اجباری نیست که شما حتما این دارو رو بخورید. برای همین من همیشه از آقایونی که این همچین داستانی به من میگن، همچین هیستوری به من میدن، من اولین سوالی که ازشون میکنم اینه که آیا این چقدر اذیتتون میکنه؟ اون بادری که میکنه مریض برای ما خیلی مهمه توی یورولوژی، برای اینکه اگه مریضی مثلا فرض کنید همچین علامی داشته باشه ولی بگه من مثلا اذیتم نمیکنه، عادت کردم، یه چیز عادی شده برای من، خب میگه خب میتونیم مانیتور بکنیم، حتما من لازم نیست که مانیتور بشه. ولی اگه اذیتتون میکنه در مرحله اول با همون داروهای الفا بلاکر میتونیم بریم جلو که راه مجرا رو واز بکنیم که این اون مکانیکو بلاکجی که دارین یه ذره واز شه که ادرار یه ذره راحت‌تر رد شه، فشار کمتر باشه و زودتر ادرار بیاد بیرون. اگه یه چیزی که خیلی اذیتتون میکنه خب قابل معالجه هست در مرحله اول هم با دوا. و همونجور که در با مریض قبل راجع به صحبت کردیم اگه مثلا شما ترجیح میدین دارو نخورین یا فرض کنید که دارو میخورین و موثر نیست، در مرحله دوم اون پروسیجر آفیسی که ما میتونیم انجام بدیم، چیزایی که مینیمال اینویسیو تو آفیس میتونیم انجام بدیم، سرپایی که یه مقدار راه مجرا رو باز بکنه، همون مثلا پروسیجر تونا یا ایندیگو لیزر یا مایکروویو، و اگه اونم موثر نباشه در مرحله آخر یا لاست ریزورت جراحی هست که میتونیم با اندوسکوپی بریم توی زیر بیهوشی توی پروستات بترشیم و راه مجرا رو باز بکنیم. بسیار متشکرم. خط دیگه ای رو پاسخ بدیم و سوال بیننده عزیز. جانم بفرمایید. تشریف دارین؟ خب گویا با ما همراه نیستن، بریم به خط دیگری. جانم بفرمایید روی خط هستید بیننده عزیز. الو الو الو. بله بله بفرمایید روی خط هستید. من میخواستم اولا سلام عمیق خودم رو نسبت به آقای دکتر بامشاد عرض کنم و بعد سوالی که داشتم این بود آقای دکتر، من چند وقت پیش به شدت به طور مستمر ادرار داشتم، پیش آقای دکتر متخصصی رفتم و ایشون من رو به
بیمارستان هدایت کردن و در اونجا آزمایش کردن و بعد گفتن که همه چیز تو سالمه و من مشکلی نمیبینم، در حالی که من واقعا به شدت ادرار داشتم. خواستم از جنابالی سوال کنم آیا در صورت این که من همه چیزم سالمه ولی باز به شدت ادرار دارم، این چه علتی میتونه داشته باشه؟ آیا علت عصبی میتونه داشته؟ چون من اعصابم ناراحته و تحت نظر دکتر هستم و قرصهای عصبی میخورم، آیا این مربوط به مسئله اعصابه یا چیزای دیگه است؟ این استدعا میکنم بنده رو راهنمایی بفرمایید. خواهش میکنم. شما چند سالتونه شما الان؟ شما چند سالتونه ببخشید جناب؟ من 66 سالمه. 66 سال. بله بسیار ممنون، لطف کنید از تلویزیون جواب رو بشنوید. محبت بله. کردید مرسی. خدا نگهدار. بازم عرض تشکر از سوالشون، گفتن که یه مقدار پرابلم ادرار دارن ولی مثل که بررسی شدن یا خودشون فکر میکنن که سالم هستن، پرابلم پروستات ندارن و آیا پرابلم عصبی هم میتونه اثری داشته باشه. 100% پرابلم عصبی هم میتونه باعث پرابلم ادرار بشه. همونجور که گفتم توی آقایون کسی که پرابلم ادرار دارن بیشتر وقت به خاطر پروستاته، ولی خب پرابلم های عصبی هم میتونه روی مثانه و روی پروستات اثر بذاره، بیشتر روی مثانه. در برنامه قبلی راجبش صحبت کردیم. فرض کنید کسایی که پرابلم مغزی دارن، پرابلم ستون فقره دارن یا هر نوع پرابلمی که به اعصاب و عصب ربط داره، اون نروایی که به مثانه میره میتونه یه ذره تحریک بشه، میتونه یه ذره باعث تورم بشه و اون مثانه اسپزم بشه و باعث پرابلم ادرار بشه. ما این چیزایی پرابلمایی که تو مریضایی که سکته مغزی داشتن میبینیم، مریضایی که پرابلم فرض کنید مالتیپل اسکلروسیس دارن میبینیم، پرابلم ستون فقره یا پرابلمی که بک اینجوری دارن. 100% پرابلم های عصبی میتونه روی ادرار اثر بذاره. خب البته اون پرابلم عصبی رو هر قسمت بدن میتونه اثر داشته باشن، ولی برای شما تو این سنی که شما دارین، من فکر میکنم یه چیزی به انگلیسی بهش میگن مالتی فاکتوریال، یعنی دلیلش میتونه زیاد باشه. اون پرابلم اعصاب و عصب میتونه باشه به علاوه پرابلم پروستات و شما باید بررسی بشیم. یعنی بعضی وقت ما بررسی میکنیم، مثلا یه مریضی اگه باشه بدیم مثلا معاینه‌اش رو بکنیم، سیستوسکوپی بکنیم، تست بکنیم و ببینیم که واقعا پروستاتشون اونقدر بزرگ نیست و اون پرابلم تنگی مجرا زیاد ندارن ولی هنوز پرابلم ادرار دارن، خب میگه امکان داره که همون پرابلم اعصاب باشه، یه چیز عصبی و به انگلیسی بهش میگن نوروجنیک بلادر. برای همین شما اون 100% میتونه یه فاکتور باشه، باید بررسی بشه که ببینیم کدوم، ولی به احتمال قوی در سن شما یه مقدار از هم از پرابلم اعصاب، یه مقدار هم از هم پرابلم پروستات. یعنی خیلی به ندرته که ما مثلا مریضی ببینیم که بگیم فقط 100% پرابلم اعصاب یا چیز عصبیه یا بگیم 100% پرابلم پروستات، یه مقدار کامبینیشن هر دو اصولا هست. بسیار متشکرم. میریم خط دیگری رو میگیریم که فکر میکنم آخرین خط این برنامه باشه چون وقتمون رو به پایانه. جانم بفرمایید، روی خط هستین؟ تشریف دارید؟ بله ازم، بفرمایید سوالتون رو. سلام عرض کنم به آقای دکتر و شما. محبت دارید، وقتمون خیلی کوتاه، اگر لطف کنید سوال رو بفرمایید. من غیر از این که تکرر ادرار دارم آقای دکتر، ولی یه مشکلی که دارم اینی که سریع بفرمایید به صدای خودتون در تلویزیون میشن. اینکه من تکرر ادرار دارم، ممکنه ادرارمو نگه دارم ولی همینقدر. ادامه بفرمایید. ببخشید. شما دارید صدای تلویزیون رو گوش میکنید، حواستون پرت میشه. ببخشید. خواهش میکنم. جونم بفرمایید. آقای دکتر الان بستم دیگه. خب آقای دکتر من چیزم، وقتی من احساس میکنم که باید در باز میکنم برم تو رستروم، اون موقع اصلا کنترل نمیتونم داشته باشم، نمیتونم فکری چیه، ممکنه خودم رو نگه دارم ولی محالی که من مثلا اگه موضع دست باشه این دری که باز میکنم خودم خیس میکنم. خواستم ببینم این موضوع چیه، برای احساس فکری این مرض منه که اینطوری منو وادار میکنه که بله. بسیار ممنون، خواهش میکنم از تلویزیون جواب رو بشنوید. با تشکر از تماس. ممنون، خواهش میکنم.
بازم باعث تشکر از سوالشون گفتن که خانمی هستن که وقتی که میرن دستشویی قبل از اینکه به دستشویی برسن، یعنی اون ارجی که میگیرن یه مقدار ادرارشون میاد بیرون و پرابلم کنترل ادرار دارن. این یه چیزی که خیلی شایع است تو خانم ها، ما زیاد ببینیم تو همه سنی، مخصوصا وقتی که سن یواش یواش میره بالا، این بیشتر به خاطر اسپازم اون عضله مثانه است، به انگلیسی بهش میگن دیتروسر اینستابیلیتی یا نوروجنیک بلادر، و یه چیز خیلی شایعه زیاد ما میبینیم. و همونجوری که من گفتم اون مثانه یه عضله است، به انگلیسی بهش میگن سمود ماسل، و خیلی وقتا هم توی خانم ها توی آقایون این عضله میتونه تحریک بشه و اسپازم بکنه. وقتی که اسپازم میکنه باعث این میشه که ادرار خودش بدون کنترل بیاد بیرون. مثانه عضلش اگه نرمال بخواد فانکشن بکنه یا کار بکنه، اینه که اون موقع که از کلیه ادرار میاد پایین، یواش یواش مثانه پر میشه و وقتی به اون گنجایشش میرسه، اون 400 سی سی، یه سیگنال به مغز میده که باید برین دستشویی. مثانه نرمال میتونه خودش رو نگه داره تا اینکه مریض برسه به دستشویی. کسایی که پرابلم دیتروسر اینستابیلیتی دارن یا اون سپزم مثانه، اینه که اون مثانه وقتی در پر میشه قبل از اینکه به اون گنجایش برسه، یک دفعه اون عضله سپزم میکنه و ادرار میاد بیرون قبل از اینکه شما وقت دارین برسین به دستشویی. و این یه پرابلم فیزیولوژیکه و درمانش هم بیشتر اون قرصای در خانواده انتی کولینرژیکه که بتونیم اون عضله مثانه رو یه ذره ریلکس بکنیم و اون سپزم رو نداشته باشه. برای همین شما اگه تا حالا اون امتحان نکردی، من رکومند میکنم که یه قرصای از خانواده انتی کولینرژیک مثلا دترال، دیتروپن، توویاز، اینیبلکس، وسیکر، اینا چیزایی که وجود داره تو مارکت بخورین که بتونون سپزم رو کمتر بکنه و به احتمال قوی اون لیکج و اون کنترل رو میتونه بهتر بکنه. بسیار متشکرم. به پایان برنامه رسیدیم. بینندگان عزیز، خطوط ما همچنان روشن هست با شرمندگی فراوان به دلیل که وقت به اتمام رسیده، ولی این امید رو داریم که هفته آینده پذیرای یکی دیگر از سری برنامه های آقای دکتر بابک بامشاد باشیم و ایشون محبت کنن پاسخگوی شما بینندگان عزیز باشن. شماره یه مطب آقای دکتر بابک بامشاد رو خدمتون عرض میکنم: 310-854-07-77. بیمه های مدیکر و پی پی او رو پذیرا هستن. واقع در 8635 وست ترد استریت سویت 765 در لس آنجلس، همطور که خدمتتون یادآور شدم. مرسی دکتر، سپاسگزار و ممنون از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید و همچنان با تلویزیون اندیشه همراه هستید. خدا نگهدار. شب بخیر.